او د مصالحه علي شورا مسولین وایي چې ملګری ملتونه امریکا، ترکیه او قطر به په دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي چې د استانبول غونډه کې ګډون ته یې وهڅوي. دا شورا وایي چې افغان دولت د استانبول غونډې لپاره تیاری بشپړ کړی او پلاوی هم ټاکلی دی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دا ډله د اپریل په 24مه د استانبول په غونډه کې ګډون ته نه ده تیاره. طالبان وایي چې د استانبول په غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پریکړې ملګري ملتونه او امریکا حق حیران کړل. طالبان وایي چې امریکا د دوحې هوکړه ماته کړې، نو ځکه په استانبول غونډه کې ګډون نه کوي چې د طالبانو د دریځ کابل هم اندېښمن کړی دی. د مصالحې د عالي شورا مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیې او قطر استازو له دریو ورځو راهیسې د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره هیڅ نه دي لیدلي، او په دې ورځو کې یې ټولې هڅې په دې وې چې طالب پلاوي د استانبول غونډې ګډون ته راضي کړي. زیاد بخش بحث شان ولی از دولت ترکیه و ملل متحد و قطر اینا زیاد بحث شان ولی قطری باس. که چرا؟ اونا که بحث میکنن که اونا را آماده کنن به اشتراک در مجلس. د مصالحې عالي شورا وایي چې د استانبول غونډې لپاره یې تیاری بشپړ کړی او د پلاوي د غړو نوملړ یې وروستی کړی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتووالی لري. هر کله چې دغه ناست پر سره شي، موږ به له یو واحد طرحې سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اوقات اشتراک وکړو. هر فرصتی که موجب پایان جنگ و تامین صلح عادلانه و پایدار شود، از آن استقبال میکنیم. د استانبول په غونډه کې د طالبانو د ګډون لپاره د نړیوالو هڅو سربېره ویل کېږي چې دا ډله په خپله پریکړه ولاړه ده او د اپریل په 24مه د استانبول په غونډه کې ګډون نه کوي. پایدام نداشته اگر وقت ضایع شد در دوحه، زیاد وقت ضایع کردن، باید همون مذاکرات پیشرفت می داشت. د طالبانو د دریځ دا سویره رامنځته کړې چې ښایي د افغان سولې لپاره دا فرصت هم له لاسه ووزي. طالبان وایي چې موږ ګډون نه کوو، افغان دولت ګډوډې طرح لري. دا ټول دوی ته ویل کېږي چې داسې بد وکړي ځکه دلته امریکا غواړي ځان ته فرصت جوړ کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې امریکا په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د خپلو پیلو سرتېرو د ایستلو اعلان کړی دی. او بل خبر دا چې په تیره میاشت کې د ماشومانو او ښځو په ګډون په جګړو کې نوي ولسي وګړي وژل شوي دي. حکومت او طالبان د ولسي وګړو پر پړه پر یو بل اچوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون به وایي چې په تیره میاشت کې د جګړې ښکېل خواوو د ولسي وګړو ژوند ته پام نه دی کړی. په افغانستان کې د جګړې اصلي قربانیان ولسي وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په تیره یوه میاشت کې په نښتو او بریدونو کې نوي ولسي وګړي وژل شوي او 216 ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې د ولسي مرګ ژوبلې اصلي عامل طالبان دي. گروه توریستی طالبان همواره مرتکب جنایت جنگی شدن که بیشترین قربانی حملات این گروه افراد ملکی می باشند. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په تیره میاشت کې په کندهار، هلمند، زابل، بلخ، فاریاب، تخار او کندوز ولایتونو کې ډېرې جګړې شوي دي چې له امله خلک بې ځایه شوي او کورونه یې ویجاړ شوي دي. پیش از اینکه اعلام خروج قوتهای ناتو از افغانستان شوه، متاسفانه که حملات مخالفین در شمال افغانستان و در ولایت بلخ فوق العاده بلند بوده. دا چې د څوارلسم کال پیل څخه په جنوبی غرب زون کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله ډیره زیاته سوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په پرتله سخ کال تر دې دمه د ملکی کسانو مرګ ژوبله 90% کې ډیره شوې چې د جګړې ټولې خواوې په دې مرګ ژوبله کې ښکېلې دي. انتظار داریم که در این زمینه همکاران بین‌المللی ما، سازمان ملل متحد هم از نفوذ خود بر هر دو جانب استفاده بکنند در جهت ختم خشونت ها. د 14 کال را د برکه دو سره که هم په ولایتونو کې وسلوالې نښتې ډېرې او ملکی تلفات ډېر شول، خو په پلازمینه کابل کې د ماین چاودنې او تاوتریخوالی تر پخوا کم شوی دی. او درنو لیدونکو، اوس هم د میرمنو په حق لباندې یو رپورټ ته پام وکړئ. د
زمان بندی دقیق از بهر خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای برخی ها ترس و دلهره ایجاد کرده است. شیوه این بانوی سرمایه گذار که پس از سالها مهاجرت دوباره به افغانستان برگشته و اینجا در یکی از مغازه های پایتخت سرمایه گذاری کرده است. رابعه زمان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان را برای بازرگانی و سرمایه گذاری خودش خوب نمی بیند. نظامی خارجی بره و به حساب طالبا بیه مکه می دانیم. طالبا و قانونشان است که مردا کار کنن، خانما در خانه بشین. وقتی که ای باشه بس فامیلا هستن، مرد آقایان ندارن. پس اونو خیلی چی کنن؟ ما مجبور استیم ترک وطن کنیم. این بانوم افزاید ماهانه بیشتر از 70,000 افغانی درآمد دارد که توسط آن نفقه خانواده 12 نفریش را مهیا می کند. می گوید اگر مطمئن نشود که سرمایهش در افغانستان حفظ است، تجارتش را دوباره از کشور بیرون می کند، زیرا به باور وی طالبان با کار کردن زنان مشکل دارند. ما سال همه می خواهیم که مانی ترقی ما نشه و پیشرفت ما شه و ما هر چقدر پیشرفت کنیم، ما یک مغازه داریم، حتی در وقت سالهایی که میایه، آیندهی که میایه، ما می خواهیم که چندین مغازه دیگه ما مواز کنیم، چندین نمایندگی خودمان انجام کنیم. همچون رابعه، صدها زن افغان نگران دستاوردهایشانند و هراس دارند که مبادا این دستاوردها در جریان مذاکرات صلح و یا زمان پس از صلح قربانی شوند. او درنو لیدونکو منگا هم تمکیگو پا هم دی موضوع باندی باس او خبراتر که منگ سر پا باس که ملمانه در خزو حقونو فعلا اغلی انیسا پشایی هم دوست پا خبراونه که در سکایپ پا کرخه ملمانه در اغلی پشایی خبراونه تا خر اغلاس لکلنه چی در بحرنیز واکونو د واتو نیتا د امریکا در ولسمشر جو بایدن لخواه اعلان شویده په کور دننه د خلکو اندېښنې د عامو خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې منځ کې بیا مېرمنې هم اندېښمنې دي. راځئ ستاسو نظر هم راخلو چې آیا تاسو هم اندېښمنې هستئ؟ سلام تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو ته. متاسفانه باید وایم چې جو بایدن هغه تصمیم چې ونیول، یعنی عجولانه تصمیمی چې ونیول، ټول افغانستان خلک کوی هغه کړی ده. داسې ده چې ټول پریشان دي، او خصوصا ښځو په دې شل کالو کې ډېر راسره راونې درلوده، هم تعلیم په برخه کې، هم الکترونیک په برخه کې، هم سیاست په برخه کې، اقتصاد خو موږ ډېر ښځو تجاران لرو. طبعا یو تعداد ښځو خپل هغه حقونو خوندونو لپاره ډېر پریشان دي، او داسې فکر کوي موږ بیا هغه تاریک هغه تاریخ مو چې تجربه کړی ده بیا هغه تاریخ ته ځو، او ډېر پریشان دي. زه تو ښځو سره چې اړیکې لرم، ما سره چې اړیکې لري، خپل د اندېښنه رواندې کوي، وخت د تعصب ځای ده او نگرانی ښځو ډېر لري. درست. خب میشه بگوین که حالا چی باید صورت بگیره؟ چطور میشه که حکومت به نگرانی های مردم و بخصوص خانم ها پاسخ داشته باشد تا در کاهش از این نگرانی ها مؤثر تمام شود؟ خب حکومت افغانستان تا اکنون هیچ، چون برآمدن امریکا به حکومت افغانستان تا اکنون هیچ تضمینی را ارائه نکرده، فقط هم گفته که ما با دستگیری و یا کشتن ویلین دادن در افغانستان آمده بودیم و کاش دادن و یا از بین بردن شاخهای القاعده. متاسفانه حکومت افغانستان هم از این تصمیم بیخبر بود و مردم افغانستان هم، و فعلا حکومت افغانستان وقت تضمینی وجود نداشته باشه چی میتونه که به زنهای افغانستان تضمین وارد کنه، و فعلا زیادتر
هدف و فوکس حکومت افغانستان بالای نیروهای امنیتی و روحیه دادن به نیروهای امنیتی است، اما نگرانی های زنا بیشتر است، به خاطر از اینکه زنا خیلی دستاوردی را دارند. این دستاورد نی کسایی داده که در اصل حکومت اصلا زنا از توانایی خود و از آن شایستگی و درایتی که داشتن این دستاوردها را دارند. طبعا نگرانی ها بیشتر است، چون ما امو آزادی نسبی را که داریم، حقوق ما که نسبتا تامین از این حکومت، طبعا نگرانی از او هستیم. ما از حامیان که امرای ناتو یک جا هستند و سازمان ملل خواهن از این هستیم با حکومت افغانستان در ریزنی بشینند، چون ما در حالت گفتگوهای پروسه سال قرار داریم که یک پروسه سرنوشت ساز است با مردم افغانستان. در این مقطع زمانی که پروسه سال جریان داره و خب سوال اینجاست خانم باشه که شما نقش بله و این که تضمین برای زنا و حکومت افغانستان ندارن، در این قسمت خواهن هستم که بیشتر اقدام کنن و یک تضمین نسبتاً به زنای افغانستان و به مردم افغانستان باید داشته باشند. خب خانم پشه، شما نقش و جایگاه زنا را در روند صلح افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ خب از گفتگوهایی که در قطر، روسیه و کشورهای دیگه، اولین باری که در روسیه شد، طبعا نقش زنا نچندان خوب بود یا پررنگ بود، بلکه نقششان طوری بود که فقط چند زنی که به نمایندگی زنهای افغانستان رفته بودن، فقط چند زن محدود بودن. ای کاش ما اگر وقت گپ از تساویم میزنیم که ما با برادرای خود در یک کتگوری قرار داریم، زنایی که واقع شایسته هستند در این گفتگوها یار روان میکردن. اگر ما 20 زن 20 مرد مد نظر میگرفتیم، حداقل 10 زن 15 زن باید همراه برادرای خود میرفتن در این گفتگوها شرکت میکردن. ما میتونستیم که خوبتر تمثیل کنیم جمهوریت و دومی که خیلی شرم است به جمهوریت که در روسیه رفتن فقط یک زن به نمایندگی زنای افغانستان روان کردن. اگر ما نفوس زنای افغانستان مد نظر بگیریم، یعنی قربانی ها را دادن و بیشتر است، خوبتر بود که زنان اگر ده نفر نمی رفت، 5 نفر زن باید بر روسیه روان می کردن و 4 نفر زنی که به ترکیه میرن و این پروسه که حال جریان داره. این هم یک قسم ناامیدی ها وجود داره در بین زنا. زنای معلول تماسا داشتم با زنای معلول که خواهن اشتراک در این پروسه بودن. متاسفانه کسایی که واقعیت از خشونت ها رنج شما تماس که بله خانم پشه، شما تماس که با این زنا داشتین، چی حکایت های از اونها شنیدین؟ میشه امرای مردم افغانستان هم شریک بسازی امرای ما؟ خب زنایی که قربانی های جنگ هستن، معلولین که قربانی شدن در جنگ های که در حال جریان از افغانستان و جنگ هایی که گذشته است، یا فقط خانه ازی بودن که بشینن همراه طالب گفتگو داشته باشن، یا معلول شدن، شاید طرف طالبان معلول شده باشن، شاید اوام معلول داشته باشن. زنا باز نه طرف دولت هستن و نه طرف طالب هستن، یا کسای ملکی یعنی معلول شده بودن و خواهن اشتراک بودن و نظریات خود با حکومت افغانستان، با کسایی که اعضای سازمان ملل و خود کشور ترکیه، کسایی که اشتراک میکردن همراه از او و طالبایی که داخل در جنگ هستن، میخواستن نظریات خود همراهشان شریک بسازن و یا تا از کشت و خون افراد ملکی جلوگیری کنن. ببینین ما پارسال یک قضیه را داشتیم در کاپیسا، در خانه کاپیسا، ای را ما باید بگویم برتان. از یک خانواده 2 زن، 3 طفل و یک خانمی که حامله بود کشته شدن. آیا یا افرادی بودن که وابستگی به حکومت افغانستان داشتن؟ نه، یا کسایی بودن که می آمدن به خاطر تداوی به کابل و یا کشته شدن و یک تعدادشان زخمی شدن. متاسفانه قربانی هایی که از طرف طالبا هست، بیشترینشان همی دستر ماین استاد شدن شان است که زنها قربانی از در حالت می شود. در سخنانتان
شهرهای بزرگ میشه. شما در سخنانتان از جمهوریت یاد کردین. به تازگی رئیس جمهور غنی گفته کسایی که با ما نیست، در صف جمهوریت نیست، در خود دولت هم نیست، یعنی جای نداره. چی واکنش شما دارین به این گپ رئیس جمهور غنی؟ خب به هر افغان در این شرایط لازم است که امروی جمهوریت استاد باشه. ما از جمهوریت حمایت میکنیم، حمایت کردیم و حمایت خواهد کردیم. ما از اشرف غنی احمدزی و چند کسایی که در گردش هست از روی حمایت نمیکنم. ما از آزادی های فردی و اجتماعی هر زن افغان حمایت میکنم. ما از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنم. ما از مردم افغانستان که در ساحه جمهوریت زندگی میکنن از یا حمایت میکنم. جمهوریت امروز اگر پیش اشرف غنی است، فردا پیش شاید پیش یک کسی دیگه باشد. اما نظام ما نظام اسلامی است، نظامی است که در چوکات همین نظام ما زندگی میکنیم، تحصیل کردیم و میتونیم که امروز شما صحبت کنیم. رسانه های ما رشد کردن، خبرنگارای ما امروز به سطح جهان شناخته میشن. طبعا ما از جمهوریت خود دفاع میکنیم و چقدر مطمئن هستین که در حرفی که اشرف غنی گفته حرف معقولی است؟ یک تعداد سیاسون خود فروش و وطن فروش فعلا هم به می کارا مصروف هستن که نظام جمهوریت سبکدوش کنن و یا هم کارهایی کنن که به نفع دشمن و کشورهایی که منافعشان در افغانستان تامین است و کشورهایی که میخواین جنگ افغانستان را مدیریت کنن و به نفع از اوها کار میکنن. طبعا من بعضی دیگه کسایی هستم که به نظام خود و به وطن خود و به مادر وطن خود وفا نمیکنن. بعضی از یاسم من بعضی دیگه شانستاد میشم. دقیق. پس جمهوریت هم حمایت میکنن. بله. و چقدر مطمئن هستین که در نشست استانبول که درباره صلح افغانستان دایر میشه در آنجا جمهوریت حفظ خواهد شد و همچنان در جمهوریت باز جایگاه زنا و نقششان حفظ خواهد شد و چقدر پررنگ خواهد بود خود حضور زنا در نشست استانبول؟ خب نشست استانبول بستگی داره به کسایی که از جمهوریت میرن و میخواین اشراک کنن. ببینین کسایی هستن که داخل در جنگ افغانستان هستن، ای افرادی هستن که شرق و غرب افغانستان لگدمال کردن، انسانها را کشتن. ای کسایی هستن که بنا منافع خود اشتراک میکنن. ای کسایی هستن که چندین بار افغانستان ساحه مختلف افغانستان به کشورهای مختلف فروختن و انسانها را کشتن. ای کسایی را اگر کشورهای غربی و یا کشورهایی که داخل و یا همسایه‌ای که ما بعد بختانه یک همسایه خیلی خطرناک داریم پاکستان است، یا بخواین یا به نفع از وام تیر میشن، چون تاریخ ثابت کرده و یا همیشه کسایی بودن که لکه ننگ تاریخ افغانستان بودن. متاسفانه اگر یا بخواین میتونن جمهوریت حفظ کنن، اگر نخواین یا وزد جمهوریت کار میکنن. و حضور یک زن در گفتگوهایی که در ترکیه میشه، این گفتگو را من گفتگوی سرنوشت ساز با مردم افغانستان میدانم، چون اینجا میشه که یعنی سرنوشت افغانستان هم معلوم شود. یعنی خیلی کمرنگ است. به یک زن نمیشه که طالبا امو اقتماندانه با برخوردی که با زنهای افغانستان داشتن و بتانه یک زن وار قناعت بده، باید از زنان افغانستان کسایی که شایسته و اهلیت داشتن و میتونن دیالوگ خوب با طالبان داشته باشن. بله. در این گفتگوها اشتراک و فکر میکنم که اصلا در نشست استانبول نقش زنان مد نظر گرفته نشه و یا اگر حضورشان باشه هم نمادین و یک توافق سیاسی باشه که در او توافق اصلا خود جایگاه زنا اصلا مطرح نباشد. فکر میکنین چنین؟ خب ما انتظار ندارم که این قسم یک معامله صورت بگیره. یعنی ببخشید با توجه به طرف مقابل که طالباست، طرف حکومت افغانستان البته، و اونا اصلا در صف خود در هیئت
که اونا تشکیل دارن در او اصلا یک خانم هم وجود نداره. خب خانما درگیر در جنگ نیستن، اگر او طرف هستن ببینین هر کاری که میکنن گروه طالبا خودشان میکنن. متاسفانه بگویم که خوشبختانه خانم‌ها در این گروه وجود ندارن، هیچ خانم نمیخواد که وطنش، اولادش و خراب شود یا اولادش کشته شود. بیشترین خانم‌های طالب هم خواستار جنگ نیستن. ما امرایشان صحبت کردیم، امرایشان ارتباط دارم و ای که چرا طالب‌ها در افغانستان جنگ میکنن، چگونه امرایشان ارتباط دارن خانم پشه‌ای؟ ای که امرای مردم سوال پیدا میشه خانم پشه‌ای که شما چگونه ارتباط دارن با طالب‌ها؟ نه، ما با خانم طالب‌ها ارتباط دارم، با خود طالب‌ها ندارم، چون ما بیشتر از 10 سال است که اخطارهای مختلف، حتی ترور میخواستن مرا کنن در کابل و تا اکنون هم من زیر تهدید هستم در کابل. میشه کوتاه بر ما بگوین که اونا از چی حکایت میکنن؟ او هم باور کنیم که خانم طالب دیروز هم یکی از اعضای فامیل یکی از خودگی های ما که طالب از سودخانی ما بود، همی شکایتشان و یا هم حکایتشان همی است که خداوند جنگ در افغانستان به پایان برسانه، صلح سرتاسری حاکم شود، هر افغان در افغانستان زندگی کنه، از مهاجرت ها خیلی رنج میبرن و میخواین که در یک فضای سلامی زندگی کنن. چه خوب است که همه ما می فکر داشته باشیم. وقتی که ما میگیم که خب تا حکومت امریکا هم از افغانستان نظامی هایش میبرن و ناتو اینا شما پیمانی را انجام دادین، خب به این سوال ها و زنایی هستن که زنای روستایی هستن جوابی را ندارن، فقط خواستشان همی است که خداوند برادر کشی را در افغانستان پایان بده و به یک صلح سرتاسری برسن مردم افغانستان. همیشان صلح میخواین و میخواین که در افغانستان یک آرامش وجود داشته باشه و در فضای آرام زندگی کنند. درست و دومی که بله مهربانی، دومی که بیشترین کسایی که دخیل در جنگ هستند در افغانستان و کسایی که فعلا در سیاست افغانستان نقش دارن، ای کاش در جنگ افغانستان نقش دارن، ای کاش یا مانند خانم هایی که در زیر جنگ قرار دارن یا خب جا داره که ما سوال خودم مطرح کنم خانم پشه‌ای، در کل در این شرایط اساسی که افغانستان با او رو برو است، مسئولیت هر افغان که افراد ملکی هست، نظامی هست و یا ای که خانم است و یا مرد است، مسئولیت هر افغان در این شرایط اساس چی از خانم پشه‌ای؟ مسئولیت همه ما می است که ما با نظام خود باشیم. گروه هایی که داخل در جنگ افغانستان هستن او را اجازه ندیم که در مسائل داخلی افغانستان دست بزنن و حاکمیت افغانستان را بگیرن. ما تجربه تلخ را در افغانستان داریم که حلق‌آویز کردن نجیب، ما نمی خواهیم که دوباره به او دهه بر بگردیم که شوراهای ایجاد شد به خاطر بربادی افغانستان، منافع افغانستان به خطر بیفته و مردم افغانستان دوباره آواره شوند به کشورهای خارج و بدبختی ها به اوج خود برسه. بسیار زیاد تشکر خانم انیسه پشه‌ای، فعال حقوق زن. او با همدی سره دم اخلو.